سلام و درود بیننده های عزیز به مهمترین رویدادهای خبری امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. در آغاز سرخط اخبار. دیدار معاون سیاسی نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل با مقام ولایت بامیان. بانوی از دایکندی برنده جایزه از زنان کارآفرین آمریکا شد. ثبت و شناسایی 62 مریض جدید کووید 19 در کشور. و سرمایه گذاری حکومت آلمان 21.3 میلیارد افغانی در افغانستان. مشروع اخبار. خانم انگریت هیدن معاون سیاسی نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل و هیئت همراهشان طی سفر به ولایت بامیان با والی بامیان دیدار کرده و در پیوند به مسائل مربوط به صلح، امنیت و حقوق بشر بحث و تبادل نظر نمودند. خانم انگریت هیدن معاون سیاسی نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل از وضعیت خوبی امنیتی و حضور و نقش زنان در این ولایت ابراز خرسندی کرد و به حمایت ملل متحد دفاع از حقوق اساسی شهروندان، اقلیت‌های قومی، زنان و کودکان تاکید ورزید. خانم هیدن با اشاره به مذاکرات صلح و گفتگوهای بین‌الافغانی در دوحه بیان داشتند که همکاران ما در تلاش هستند تا دیدگاه‌ها و نظریات شهروندان افغان را به جانب ذی‌دخل در مذاکرات انتقال دادن، نگرانی‌های مردم را با اعضای مذاکره کننده شریک سازند و ملل متحد از مذاکرات صلح افغانستان حمایت می‌کند. علی‌رحمتی والی بامیان صلح و امنیت پایدار را خواست جمعی مردم افغانستان و به خصوص مردم بامیان دانسته و تاکید نمودند که سازمان ملل متحد مدافع حقوق اساسی شهروندان و دستاوردهای دو دهه گذشته دولت و ملت افغانستان در مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه باشند. والی بامیان امنیت پایدار را یکی از ویژگی‌های مهم ولایت بامیان دانسته و بیان داشتند که با کمک و همکاری مردم این ولایت امنیت پایدار خواهد ماند و اداره محلی تلاش می‌ورزد تا مردم در آرامش کامل زندگی نمایند. یک بانوی تجارت پیشه میوه‌های خشک از ولایت دایکندی برنده جایزه از زنان کارآفرین آمریکا در سال 2020 شد. گلجان سمر مالک رستوران به نام برگ بادام و تجارت پیشه میوه‌های خشک است و از سوی مجله زنان تجارت پیشه برنده جایزه از زنان کارآفرین در سال 2020 از سوی آمریکا شناخته شد. خانم سمر گفته است این جایزه از طریق پروگرام تجارت مایه صلح در انستیتوت توسعه اقتصادی از زنان IEEW در آمریکا است. این جایزه همساله و بر اساس معیارهای تعیین شده از سوی برگزار کنندگان آن اهدا می شود و کاندیدان می توانند به صورت آزاد در آن ثبت کنند. وزارت صحت عامه کشور اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 370 نمونه مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای این وزارت تست شده که نتایج آزمایش 62 موردیان مثبت تشخیص شده است. این تعداد مورد مثبت کرونا در ولایت های کابل، هرات، بامیان، بغلان، دایکندی، بدخشان، نیمروز و زابل به ثبت رسیده است. با این ترتیب شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 39548 نفر افزایش یافته است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 68 فرد مبتلا به کرونا بهبود یافتند و شمار بهبود یافتگان این ویروس در کشور به 33045 نفر رسیده است. همچنان در 24 ساعت گذشته دو مریض کووید 19 جان باختند. شمار فوتی های ناشی از مریضی کووید 19 در کشور به 1469 نفر رسیده است. و خبر اخیر این که وزارت مالی افغانستان میگوید که وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان BMZ تعهد نموده که 21.3 میلیارد افغانی معادل به 240 میلیون یورو برای همکاری مالی و فنی در سال 1399 در افغانستان سرمایه گذاری کند. وزارت مالی کشور در خبرنامه گفته است که در یک کنفرانس ویدیویی میان سکرتر دولت در وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان با مقامات وزارت مالیه کشور آلمان تعهد نمود تا مبلغ مجموعی 240 میلیون یورو را برای همکاری مالی و فنی در سال 1399 سرمایه گذاری کنند.
در خبرنامه وزارت مالیه آمده است که بودجه مذکور توسط BMZ به صورت مستقیم به سازمان‌های غیر دولتی فراهم شده و علاوه بر آن وزارت همکاری اقتصادی و توسعه فدرال آلمان با 16 میلیارد افغانی معادل به 180 میلیون یورو برای پروژه‌های تحکیم ثبات و 1.7 میلیارد افغانی 19.4 میلیون یورو برای کمک‌های بشردوستانه در سال 1399 از افغانستان حمایت می‌کند. حکومت آلمان مبلغ اضافی 4.9 میلیارد افغانی یعنی 55 میلیون یورو را به صندوق وجهه بازسازی افغانستان اختصاص داده است که به طور مجموعی 8.46 میلیارد افغانی معادل به 95 میلیون یورو را در سال 1399 به افغانستان کمک می کند. تشکر و سپاس. حال رسیدیم به پایان سرویس خبری امروز. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار.